توی دنیا بعضی از دریاچه‌هایی هستن که یه کوچولو با بقیه دریاچه‌ها فرق می‌کنن. مثلا اینکه آبشون سیاهه و اگه دستتو بخوای وارد این دریاچه بکنی، ممکنه خورده بشه یا بسوزه یا توی آب حل بشه و از بین بره. اما چرا باید این دریاچه‌ها انقدر ترسناک باشن؟ هی، هومی اسم من مهملیلو، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک دیگه و امروز قراره درباره ترسناک‌ترین و وحشتناک‌ترین دریاچه ها صحبت کنیم که فکر کنم هیچ کدومتون نمیدونستین که همچین دریاچه های فوق‌العاده وحشتناکی وجود داشتن. در سال 1947 برای اولین بار از یه بمب هسته‌ای استفاده شد و آمریکا اون موشک رو به هیروشیمای ژاپن پرتاب کرد که باعث شد 200,000 نفر در جا بمیرند و تششعات باقی مونده این موشک باعث شد که 100,000 نفر دیگه هم به خاطر این تششعات بعدها کشته بشن. همین مسئله باعث میشه که نظر خیلی از رهبرها به این موشک جلب بشه که یکی از اونها استالین، یعنی رهبر شوروی سابق بود، که دستور داد یه مجموعه تاسیسات فوق سری تو یه مکان مخفی دور از چشما ساخته بشه و اونجا یه سری مواد مورد نیاز برای ساخت موشک هسته‌ای تولید و ساخته بشه. اون تاسیسات درست وسط روسیه در زیر کوههای اورال ساخته میشه که به حد کافی دور از مرزها و مناطق مسکونی باشه تا احتمال پیدا کردنش خیلی سخت باشه و بین سالهای 1945 تا 1948 تاسیسات هسته‌ای مایا کنار دریاچه کیزلتاش ساخته میشه و 70,000 تا اسیر جنگی که از 12 تا اردوگاه کار اجباری به این مکان آورده بودن این تاسیسات رو به طور مخفیانه می سازن. نزدیکترین شهر به این نیروگاه شهر چلیابیسک بود که به خاطر اینکه آخرین رقم کد پستیش 40 بود به این شهر شهر 40 می گفتن. دولت به شهروندان این شهر گفته بود که براشون یه زندگی فوق‌العاده خوب می سازه به شرطی که هر اتفاقی که اطراف این شهر می افته توی همونجا بمونه و پخش نشه و هر کسی هم که مخالف این قضیه بود اون رو به اردوگاه‌های کار اجباری میفرستاد. دولت اطراف این شهر کوچیک حصار کشیده بود و 24 ساعته از این حصار حفاظت میکرد تا مبادا این اتفاق و این تاسیسات هسته‌ای لو بره. تاسیسات هسته‌ای مایا که سیستم خنک کننده آبی داشت که آب از زیر راکتورها میومد و میرفت که یه وقت راکتورها گرماشون بیش از حد نشه و داغ نکنن، ولی آبی که از این نیروگاه خارج میشد ضد عفونی نمیشد و همینجور آبهای آلوده به دریا و دریاچه و رودخونه ریخته میشدن و این یعنی اون رودخانه ها به میلیون ها گالون پرتوزای شیمیایی آلوده شده بودند. اون دریاچه منبع اصلی آب شهر 40 بود و تقریبا 28,000 نفر از شهروندای این شهر بدون اینکه چیزی بدونن از اون آب میخوردن و با اون آب همون میکردن، که خب تلفات زیادی هم داد و بعضی از افرادی که از این آب میخوردن به بیماری های عجیب و غریبی مبتلا شدند. و در سال 1945 مشخص میشه که تخلیه زباله‌های شیمیایی به این دریاچه باعث شده که خسارت های فوق‌العاده زیادی به طبیعت وارد بشه و خب اونا تصمیم میگیرن که زباله ها رو به یه جای خلوت‌تر و ایمن‌تر بریزن، مثلا دریاچه کاراچای. بعضی طرفی هم چون تولید مواد شیمیایی زیاد شد ترجیح دادن که این زباله‌های شیمیایی رو به مخازن فولادی ضد زنگ بریزن و اونا رو زیر زمین دفن کنن. اونقدر مخزن زیر زمین چال کرده بودن که تقریبا اندازه 2 استخر المپیک میشد. این مخزن ها توی اتاقا که بتونی که ضخامت بتون ها تقریبا 1.5 متر میشد نگهداری میشد و آب از هر دو طرف توی این اتاقا جریان داشت که یه وقت حرارت این مخزن ها بالا نره. روز به روز داشت ظرفیت مخزن ها کمتر میشد و از اون طرف هم گرما و حرارت این مخزن ها زیادتر میشد و کنترل کردنشون خیلی سخت میشد. و در 29 سپتامبر 1957 توی ساعت 4:20 روز یه انفجار فوق العاده وحشتناکی توی مجتمع تاسیسات هسته‌ای مایاک
اتفاق افتاد. 80 تن زباله های رادیواکتیوی به بیرون ریخته شدند و ذرات رادیواکتیوی به هوا پخش شدند و اطراف دریاچه و خود دریاچه آلوده این مواد رادیواکتیوی شدند. 10 روز بعد روستاهای اطراف که تقریبا 1500 نفر جمعیت داشتند به اجبار تخلیه شدند و بعد از تخلیه شدن سوزونده شدند، ولی از این سوزونده شدنه به بازماندگان چیزی گفته نشد. مواد رادیواکتیوی موجود در این دریاچه بیشتر از هر جای دیگه بود و حتی از چرنوبیل هم بیشتر بود، و اگه یکی میخواست از یکی از قسمت‌های این دریاچه دیدن کنه و اگه میخواست پاشو وارد آب این دریاچه بکنه، ظرف یک ساعت پاش توی آب خورده میشده یا میسوخته و یا از بین میرفته و توی آب حل میشده و فقط یه تیکه از استخون پاش باقی میمونده. حتی اگه همون لحظه به پات آسیبی نرسه و چیزی نشه، بعد از مدتی دچار بیماری عجیب و غریب و وحشتناک پوستی میشی. دریاچه کاراچای به خاطر آب و هوای نامناسبی که داشته در حال خشک شدنه و آلوده ترین مکان دنیا به حساب میاد و آب این دریاچه قرمز متمایل به سیاهه. ولی رسوبات هسته‌ای هنوز توی این دریاچه باقی مونده و دولت شوروی مجبور شد توی سال 1973 با بتون این دریاچه را پر کنه و از اون روز به بعد اون دریاچه به طور کل نابود شد. دریاچه بعدی کاوا ایجن هست، یه دریاچه با آب‌های فیروزی فوق‌العاده خوشگل که توی بالای کوه‌ها به وجود اومده و مثل یک استخر خصوصی میمونه. ولی اگه یه ذره دقت کنید، آب‌های این دریاچه با آب‌های دریاچه دیگه فرق میکنه. این دریاچه در آتشفشان فعال کاوا ایجن توی جاوا به وجود اومده و رنگ فیروزش به خاطر اسیدهای سولفوریک و کلوریده که توی این دریاچه حل شده. پی‌اچ آب این دریاچه 0.3 هست و خب آب معمولی پی‌اچش 7 که خب 0.3 خیلی کمتر از 7 و خب این نشون میده که آب‌های این جزیره خیلی فرق میکنه با آب‌های معمولی و بنابراین آب این دریاچه پر از مواد خورنده است و اگه پاتون رو برای چند دقیقه وارد این دریاچه بکنید ممکنه پاتون بسوزه یا دچار توول‌های قرمز بشه. اما اگه بخواید کله و مجمع این شیجه بزنید به آب، تمام بدنتون حتی دندوناتون توی 15 ساعت به طور کامل نابود میشه و هیچ اثری از شما باقی نمی مونه. و مورد سوم چشمه گرند پریسماتیک اسپرینگ هست. این سومین چشمه بزرگ آب گرم طبیعی در جهانه و طولش 113 متر و یه زمین فوتبال راحت توش جا میشه و همونطور که میبینید خیلی خوشگل و خوش رنگه. ولی این رنگ ها در واقع باکتری های گرمازاییه که درست از وسط چشمه از زیر زمین به داخل چشمه نشت پیدا میکنه و گرمای آب این چشمه 89 درجه سانتیگراده و خب این خیلی گرمه، اونقدر گرم که اگه برای چند ثانیه پاتو وارد آب این دریاچه کنی پات دچار سوختگی درجه 3 میشه. در سال 2016 یه جوونی به اسم کالین اسکات به طور خیلی اتفاقی پاش لیز میخوره و توی این دریاچه میفته و زنده زنده جوشونده میشه و سوخته میشه که خب تصورش خیلی ترسناک. اما چیزی که خیلی از اینا ترسناکتره اینه که آب اون چشمه اسیدیه و خیلی داغه و جسد اون مرد بیچاره تو یه شب به طور کامل حل شده بود و هیچ اثری از جسد اون مرد تا به الان پیدا نشده. شما برای چقدر پول حاضرید که پاتون رو برای یه دقیقه وارد این دریاچه بکنی؟ تا ویدئوی دیگه میبینمتون. سی یو.